نشست صلح استانبول که قرار بود در 24 اپریل برگزار شود بار دیگر به تأخیر افتاد. وزیر خارجه ترکیه گفت این نشست به دلیل فرصت اندکی که تا برگزاری آن مانده به تأخیر افتاده، زیرا شرکت کنندگان نمی توانستند آمادگی بگیرند. اما برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند نشست استانبول به خاطر عدم شرکت طالبان برگزار نشده است. در همین حال محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل گفته این تأخیر به خاطر بزرگنمایی طالبان صورت گرفته است. در نزدیک به 2 سال گذشته روند مذاکرات صلح دوحه با خم و پیچ‌های زیادی به همراه بود و حالا هم استانبول این راه را می‌پیماید. قرار بود نشست استانبول در 16 اپریل برگزار شود، اما به دلیل تأخیر در اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان این نشست به 24 اپریل به تعویق افتاد. حالا هم وزیر خارجه ترکیه میگوید این نشست تا بعد از ماه مبارک رمضان موکول شده. نشست به خاطری به تعویق افتاد که فرصت خیلی اندک به زمانی مانده که باید نشست استانبول برگزار میشد. اشتراک کننده ها نمی توانستند تا 3 روز آینده برای نشست آماده شوند. با این حال برخی منابع اما به خبرگزاری رویترز گفتند نشست استانبول به دلیل عدم شرکت طالبان به تأخیر افتاده. طالبان پیش از این در واکنش به تأخیر خروج نظامیان آمریکایی و خارجی از افغانستان گفته بودند که در هیچ نشستی به شمول نشست استانبول شرکت نمی کنند. از سوی هم وزیر خارجه ترکیه در توییترش نوشته با قطر، آمریکا و سازمان ملل رایزنی کرده ایم و تصمیم گرفتیم نشست استانبول در مورد فرایند صلح افغانستان را به بعد از عید فطر موکول کنیم. مسئول درجه یک که به تعویق افتادن و ضبط ها شدن و از بین رفتن ارزش کنفرانس تاریخی استانبول که برای راه حل سیاسی بحران افغانستان باید در 16 اپریل دایر می شد، بعدا به تعویق افتاد به تاریخ 24 اپریل و امروز گفته شد که تا بعد از عید رمضان که تاریخش و روزش اصلا تعیین نشد و تعویق افتاده. مسئول درجه که از امریکایی ها به تصمیم نابخردانه، غیر مسئولانه و عجولانه آقای جو بایدن و تیم قصر سفید است. همزمان با این مقامات ارشد نظامی ایالات متحده امریکا نیز نسبت به فرایند صلح با طالبان خوشبین نیستند. با تازگی جنرال مکنزی فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته که گروه طالبان برایش به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. من نسبت به قابل اعتماد بودن طالبان تردیدهای بسیار جدی دارم، ولی باید ببینیم که در عمل چه میکنن. این جنرال آمریکایی در ادامه با ابراز نگرانی در مورد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان گفته اگر نیروها از افغانستان بیرون شوند ظرفیت‌های استخباراتی برای جلوگیری از تهدیدها در افغانستان وجود ندارد. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با جاوید جاوید، آگاه مسائل سیاسی. با طرح این سوال که قرار بود تا 3 روز دیگر نشست استانبول برگزار شود، اما این نشست دست کم تا آخر ماه رمضان به تأخیر افتاد. فکر میکنید چرا برای دومین بار نشست ترکیه در تاریخ تعیین شده برگزار نمی شود؟ دو تا عامل میشه ما برای بگیریم. عامل اولی است که طالبان از آغاز گفتگوها، اگر شما ببینید در پروسه قطر هم یک روی کرده کاملا فرسایی و سخت و پیش رو گرفته بودن، به این معنا که به یک موضوع اصلاحات میشدن و تلاش میکردن که خواسته های خودشان برآورده شدن و طرف مقابل که حالا امریکایی ها بود اونا را به نحوه مجبور بسازن که طالبان و فرمایش طرف طالبان را با دو پذیره ای روی کرده فرسایشی میکنه که آزاد بیشتر را طالبان خواهد بگیری. نکته یک. نکته دومی، عامل دومی به دلیل اینکه رفت گفتگوها به تأخیر، بحث رهایی زندانیان طالبان و حذف بیشتر از 129 تن از افراد طالبان که در روسیه است. این میشه عامل دومی. عامل سومی هم شما میدانید که طالبان بر اساس توافقنامه دوحه فوریه که در قطر با آمریکایی‌ها به توافق رسیده بودن، باید آمریکا تا ماهنده سربازانشان از افغانستان بیرون میکردن، چیزی که اتفاق نیفتاد و اداره بایدن آمد گفت خب بالا تا 11 سپتامبر این حضور ادامه خواهد داشت. بنابراین طالبان به نحوه بی‌اعتماد شدن به طرف آمریکا که اونا به توافقاتی که در دوحه با طالبان داشتن متعهد نماندن و به نحوه جاویز طالبان نخواستن که بله جناب آقای جاوید، خروج نیروهای آمریکایی تاریخش مشخص شد و از طرف تأخیرات را می‌بینیم در مذاکرات استانبول. پیامد این تأخیرات چه می‌تواند باشه؟
خب تا به حال عامل مستقیم ادامه خشونت ها و جنگ ها بود، چون طالبا بحثشان این است که باید امریکایی ها به اساس توافقنامه دوحه باید با ماه می از افغانستان تمام سربازان بیرون میکردن، در صورتی که اگر بیرون نکنن طبیعتا پیامد اولیش است که ما با او تفاهم با او صلح پایدار که امیدوار است مردم افغانستان با او نخواهد رسیدیم، دوم ادامه خشونت ها و جنگ خواهد بود که باز صدمه های زور مردم بیگناه افغانستان خواهد داد. بنابراین دو پیامد مستقیم ای که اگر گفتگوها صورت نگیره. بله، در طول گفتگوها هم در قطر هم در روند ترکیه ما شاهد از این هستیم که به طالبان امتیاز زیادی داده شد جناب آقای جاوید، و آمریکایی‌ها تا حالا تا اکنون یک جانبه عمل کردن. این یک جانبه عمل کردن به توافق که بین آمریکا و طالبان صورت گرفت و امتیاز دادن به طالبان چگونه ارزیابی میکنید؟ خب اگر منازعه افغانستان شما نگاه بکنید سه طرف دارد، یک طرف دولت افغانستان، دو طرف امارات یا طرف طالبا و طرف سوم طرف دولت متحده آمریکا است. بنابراین در گفتگوها با در سیر ایزول باید در نظر گرفتمش، چیزی که حتی از طرف اداره ترامپ هم دور زده شده دولت افغانستان و ای باعث و سبب نارضایتی طرف دولت افغانستان بود، بحث رهایی زندانیان شما دمو وقت دیدید که با مسئله روبرو بود. بنابراین یکی از پیامدهای مستقیمی که دولت افغانستان در وزاده شده از گفتگاهی بود که پروسه دوحه به ثمر نشینه، حالا آمن اصلی شد طالبا بود داره و تا به حد هم دولت افغانستان در آن وقت تعلل کرد در مسئله های زندانی ها. بنابراین اگر اطراف که سیز الحسن اینا دخالت نداشته باشه و یا هم به خواستای اینا توجه نشه، مطمئنن که پروسه با کاشتنی ها و طولانی شدن دوباره خواهد بود. جاوید آگاه مسائل سیاسی بود که در ارتباط با تأخیر در نشست استانبول با او گفتگویی داشتم.